امروز جمعه 23 سپتامبر ساعت 10 صبح در آرامستان پرلاشز در پاریس. صادق هدایت حتی پس از نوشته‌هایش این مکان را با خودکشی به ایرانیان معرفی کرد. نام‌های خفته در اینجا کم نیست. درباره این مراسم روز دوشنبه در برنامه پنجره روبه خانه پدری با علیرضا نوری‌زاده و سپس شنبه آینده اول اکتبر در زیر آسمان پاریس گزارشات کاملتری را خواهید دید. به خواست بازماندگان یدالله رویایی مراسم داخل کلیسا را بدون حضور دوربین فیلمبرداری ناظر بودیم. اما همان گونه که می‌بینید، وداع با شاعر انزواگر با احترام قلبی و شایسته برگزار گردید و شما می‌توانید صحنه‌هایی از آن را ببینید. از جوانترین تا آنها که همسن و سال رویایی بودند در اینجا حاضر شدند. یدالله رویایی زمانی ما را ترک کرد که 30 جوان بیگناه با او همسفر شده اند. یکی از اشعار یدالله رویایی مطرده یکی اشعار. Afin qu'ils se réjouissent en toi, pour toujours avec le Saint du Ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, vit et mort vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Prions, Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, Yadola, nous te prions toi que la résurrection et la vie donne Yadola de reposer en paix jusqu'au jour où il réveillera. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère Yadola repose dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.